رأی‌گیری در همه پرسی استقلال کردستان عراق با وجود مخالفت‌ها روز دوشنبه برگزار شد. ترکیه کردستان عراق را به قطع صادرات نفت تهدید کرد. همزمان با رزمایش امنیتی سپاه، رزمایش ارتش ایران هم در غرب کشور آغاز شد. والری آساپوف از جنرال‌های ارتش روسیه در سوریه کشته شد. خانواده ساسان آقایی روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از 43 روز توانستند با فرزند خود ملاقات کنند. جمعی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان کرمانشاه مقابل مجلس تجمع کردند. جمعی از شهروندان در اعتراض به ادامه بازداشت رضا شهابی فعال کارگری در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع نمودند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سالانه 50,000 ایرانی بر اثر مصرف دخانیات در ایران جان خود را از دست می‌دهند. بنابر اعلام پلیس تهران، شرکت کنندگان در یک مراسم مذهبی عزاداری ماه محرم در تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. کیومرس عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، خبر بازداشت مدیر عامل شرکت آذرآب را تایید کرد. بهزیستی خراسان شمالی اعلام کرد 11 کودک در مرکز اقامتی کودکان معتاد پذیرش شدند. حکم متهم پرونده ستایش قریشی به دادسرای اجرای حکم رفت.